در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش‌ها به ترور نخست وزیر سابق ژاپن، پاسخ ایران به ادعای توقیف محموله تسلیحاتی توسط بریتانیا، جزئیات سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 18 تیر، شمار مبتلایان کرونا به 559,900,000 و تعداد فوتی‌ها به 6,373,000 نفر نزدیک شد. تاکنون بیش از 532,850,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. آمارها نشان می‌دهد شمار مبتلایان روزانه کرونا در جهان بار دیگر از مرز 1,000,000 نفر عبور کرده است. مکزیک دارای بدترین شرایط در بین کشورهای آمریکای شمالی است و مقامات بهداشت این کشور از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه در 5 ماه اخیر خبر دادند. شناسایی مبتلایان جدید در فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان نیز همچنان رو به افزایش است. در میان همسایگان ایران، روند ابتلا به کرونا در ترکیه رو به افزایش است و تعداد مبتلایان روزانه عراق هم از مرز 5000 نفر عبور کرده است. در سوی دیگری جهان، در حالی که کره شمالی از کاهش مبتلایان خبر داده، مقامات بهداشت ژاپن اعلام کردند شیوع کرونا در این کشور به شدت رو به افزایش است. تازه‌ترین تحولات جنگ در اوکراین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته همه باید بدانند که روسیه هنوز جنگ با اوکراین را به شکل جدی آغاز نکرده است. او هشدار داده که کیف باید به سرعت شرایط مسکو را بپذیرد، در غیر این صورت باید برای بدترین شرایط آماده شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد شهر اشغال شده سوردونسک در استان لوهانسک در آستانه فاجعه‌ای انسانی قرار دارد. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین در نشست گروه 20 اعلام کرد جامعه بین‌الملل نباید اجازه دهد روسیه با استفاده از قیمت بالای محموله‌های انرژی، بحران غذایی و تهدیدات امنیتی از جهان بازخواهی کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز رویکرد کشورهای غربی در نشست گروه 20 در اندونزی را به شدت محکوم و آنها را متهم کرد که به جای بحث درباره اقتصاد جهانی، روسیه در این نشست متجاوز و اشغالگر خوانده شده است. واکنش جهانی به ترور نخست وزیر سابق ژاپن. ترور شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن با موجی از واکنش از سوی کشورهای جهان همراه بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکومیت شدید این ترور دستور داده پرچم‌های آمریکا در تعطیلات آخر هفته به حالت نیمه برافراشته درآیند. باراک اوباما و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم یاد او را گرامی داشتند. در برزیل نیز به دستور رئیس جمهور این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شده و ملکه بریتانیا هم تأسف عمیق خود را از شنیدن خبر مرگ شینزو آبه ابراز کرده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این حمله را نفرت انگیز خواند و اعلام کرد که بریتانیا در این دوران تاریک و غم انگیز در کنار مردم ژاپن خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در تماس تلفنی با خانواده شینزو آبه به آنها تسلیت گفت. همچنین رئیس جمهور کره جنوبی مرگ نخست وزیر سابق ژاپن را جنایت غیر قابل قبول توصیف کرد و در هند نیز یک روز عزای ملی اعلام شده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در نامه‌ای به همتای ژاپنی خود در گذشت شینزو آبه را تسلیت گفت. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن روز جمعه 17 تیر در شهر نارا هدف شلیک گلوله قرار گرفت و درگذشت. طبق اعلام پلیس، فرد متهم به این ترور معتقد بوده که آبه در یک سازمان خاص دست داشته و دلایل این ترور سیاسی نبوده است. واکنش ایران به ادعای توقیف محموله تسلیحاتی توسط بریتانیا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر توقیف محموله تسلیحاتی ایران توسط بریتانیا این خبر را بی اساس خواند. بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور در ژانویه سال جاری یک محموله تسلیحاتی حاوی موشک‌های ساخت ایران را در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس توقیف کرده است. بریتانیا مدعی شده که این محموله تسلیحاتی قرار بوده به دست نیروهای انصرالله یمن برسد. اعلام جزئیات سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه. جزئیات دیدارهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به خاورمیانه اعلام شد. طبق گزارش‌ها بایدن در تاریخ 22 تیر با استقبال یاری لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد فرودگاه بن گوریون در تل آویو خواهد شد. او قرار است ضمن دیدار با لاپید از چندین موزه نمایشگاه و یادبود قربانیان هولوکاست بازدید کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل دیدار می‌کند. دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم از دیگر برنامه‌های بایدن خواهد بود. او سپس با پروازی مستقیم به عربستان سعودی می‌رود تا ضمن دیدار با پادشاه و ولیعهد عربستان در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. ادامه تحولات سیاسی در دولت بریتانیا.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان پس از کنارگیری از رهبری حزب محافظه‌کار به اعضای کابینه اطمینان داد که تا زمان مشخص شدن رهبر جدید حزب به فعالیت خود به عنوان سرپرست کابینه ادامه می‌دهد. جانسون گفته در این مدت تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اجرایی اعمال نخواهد شد. او هنوز از سوی مخالفانش تحت فشار است تا در زمان کوتاه‌تری از نخست وزیری و حتی سرپرستی موقت کابینه کنارگیری کند. به دنبال کنارگیری 10 عضو به دولت جانسون، او در نهایت مجبور به کنارگیری از رهبری حزب محافظه‌کار شد و طی ماه‌های آتی پست نخست وزیر را به طور کامل تحویل خواهد داد. نقض مقررات قرنطینه کرونایی و بی‌توجهی به اتهام‌های اخلاقی وارد شده به یکی از اعضای بلندپایه حزب محافظه‌کار از مهم‌ترین دلایل تزلزل جایگاه جانسون بوده است.